با سلام و درود خدمت شما و خدمت همیهنان عزیزم که از طریق تلویزیون ایران آزادی صدای منو میشنوند. سفر اخیر خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به ایتالیا در حقیقت پنجمین دیدار ایشان از این کشور بود که به دنبال دعوتی از پارلمان ایتالیا انجام گرفت. من که خود از نزدیک شاهد دیدارهای قبلی ایشان هم بودم، باید اذعان کنم که دیدار این بار بسیار استثنایی بود و مورد توجه ویژه و گسترده پارلمان ایتالیا، پارلمانترها، مطبوعات این کشور و هموطنان ما که برای استقبال از خانم رجوی به روم آمده بودند. من در اینجا به طور بسیار کوتاه به چند نمونه از انعکاس دیدار خانم رجوی از پارلمان ایتالیا اشاره میکنم. تلویزیون کانال یک ایتالیا، کانال اصلی این کشور، روز 23 تیر گزارشی میده و میگه این مریم رجوی است، پرزیدنت منتخب ائتلاف دموکراتیک مخالف رژیم. او در زمان وارد شدن به پارلمان مورد استقبال هموارانش قرار گرفت. مریم رجوی در سخنرانی خودش در پارلمان ایتالیا میگوید ما در برابر یک دیکتاتوری مذهبی بی‌رحم‌تر از قرون وسطا تسلیم نمی‌شویم. کشور دچار یک بحران اجتماعی و اقتصادی فاجعه‌بار است و آخوندها قادر نخواهند بود ما را متوقف کنند. این تلویزیون گزارش میده همچنین که مریم رجوی گفت که ایران بعد از سرنگونی آخوندها دچار سرنوشتی به مانند سرنوشت لیبی و یا سوریه نخواهد شد، چرا که ما برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنیم و در این راه 120 هزار تن از ما به شهادت رسیدند. خبرگزاری رسمی ایتالیا روز 22 تیر گزارشی میده از دیدار خانم رجوی از پارلمان ایتالیا. در این گزارش اشاره میکنه که پرزیدنت شورای ملی مقاومت مریم رجوی از حمایت 3600 تن از پارلمانترها از کشورهای مختلف قرار گرفته و در فراخوانی از دولت‌هایشان می‌خواهند که رویگرد خود را نسبت به رژیم آخوندی تغییر بدهند. این گزارش آنسا همچنین به نامه 70 برنده جایزه نوبل و 120 تن از رئیس جمهور و نخست وزیرهای سابق هم اشاره میکنه. خبرگزاری آنسا نقل قولی از مریم رجوی در سخنرانی در پارلمان میکنه به این مضمون: من امروز به اینجا آمده ام برای اینکه از پارلمان، مردم و دولت ایتالیا بخواهم تا یک سیاست درست و اصولی اتخاذ کنند و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی را به رسمیت بشناسند. گزارشات بسیار دیگری هم هست، مخصوصا امروز عکس‌العمل این که رژیم سفیر ایتالیا در تهران را فرا خونده و از او به حساب بازخواست کرده که در ایتالیا انعکاسات بسیاری را برانگیخته و چه هیئت پارلمانتاری که از خانم رجوی دعوت کرده بودند، چه خود وزیر امور خارجه ایتالیا جواب بسیار قاطعانه ای به رژیم آخوندی دادند و از این دیدار و حق اظهار نظر و حضور خانم رجوی در ایتالیا استقبال کردند. منم از شما ممنونم، وقتتون بخیر.